یوشا فصل پانزده زمین قبیله یهودا این از زمینی که به حکم قرعه به خاندانهای قبیله یهودا داده شد. این زمین در جنوب به منتها علیه جنوبی بیابان سین می رسید و در آنجا با عدوم هم مرز می شد. این مرز جنوبی از جنوب دریای مرده شروع می شد و از جنوب گردنه اقربها گذشته به سوی بیابان سین پیش می رفت. از آنجا به جنوب قادش برنی می رسید و سپس از حسرون گذشته به طرف اددار بالا می رفت و به طرف قرقع برمیگشت و به اسمون می رسید. بعد دره مصر را طی کرده به دریای مدیترانه ختم می شد. مرز شرقی آن از جنوب دریای مرده شروع می شد و تا شمال دریا یعنی جایی که رود اردن در آن می ریزد امتداد می آف. از آنجا مرز شمالی شروع می و تا بیت حجله امتداد می آف و به طرف شمال وادی اردن تا سنگ بوهن، بوهن پسر رعوبین بود، پیش می رف. در آنجا از میان دره اخور گذشته به دبیر می رسید. بعد به سمت شمال به سوی جلجال مقابل گردنه عدومیم در طرف جنوبی دره اخور برمیگشت. از آنجا به طرف چشمه های عین شمس پیش میرفت و به عین روجل می رسید. سپس از دره هنوم که در امتداد دامنه جنوبی شهر یبوسی یعنی اورشلیم قرار دارد بالا می رف و از آنجا به بالای تپهی که در سمت غربی دره هنوم و در انتهای شمالی دره رفایی است پیش می رف. از آنجا به چشمه های نفتوه کشیده شده به شهرهای نزدیک کوه افرون می رسید و تا به اله قریه ی آریم امتداد میافت. سپس از به اله به طرف مغرب به کوه سعیر می رسید و در امتداد دامنه شمالی کوه یه آریم که کسالون باشد پیش میرفت و به طرف بیت شمس سرازیر شده از تمنه میگذشت بعد به دامنه شمالی اقرون می رسید و تا شکرون کشیده می شد و از کوه به علا گذشته به یبن ایل می رسید و سرانجام به دریای مدیترانه ختم می شد. مرز غربی ساحل دریای مدیترانه بود. خاندان های قبیله یهودا در داخل این مرز ها زندگی می کردن. زمینی که به خاندان کالیب داده شد. خداوند به یوشع دستور داد که قسمتی از زمین یهودا را به کالیب ببخشد. بر حسب این دستور قریه یربه که نام دیگران هبرون بود به او داده شد. اربه نام پدر اناق بود. کالیب تایفه های شیشای اخیمان و تلمائی را که از نسل اناق بودن از آنجا بیرون راند. سپس با مردم شهر دبیر که قبلا قریه سفر نامیده میشد جنگید. کالیب به افراد خود گفت هر که برود و قریه سفر را تصرف کند دخترم اکثر را به او به زنی خواهم داد. اتنئیل پسر قناز برادرزاده کالیب شهر را تصرف نمود و کالیب اکثر را به او به زنی داد. اتنئیل وقتی اکثر را به خانه خود می برد او را ترقیب نمود تا از پدرش قطع زمینی بخواهد. عکس از علاقش پیاده شد تا در این باره با پدرش کالیب صحبت کند. کالیب از او پرسید چه می خواهی؟ اکسا گفت یک کدیه دیگر هم به من بده چونان زمینی که به من داده ای زمین بی آبی است. یک قطع زمین که چشمه در آن باشد به من بده. پس کالیب چشمه های بالا و پایین را به او بخشید. شهرهای یهودا سرزمینی که به قبیله یهودا تعلق گرفت شامل شهرهای زیر بود. شهرهایی که در امتداد مرزهای عدوم در دشت نگب واقع شده بودند و عبارت بودند از قبس ایل، ایدر، یاجور، قینه، دیمونه، عدعده، قادش، حاسور، یتنان، زیف، تالم، دعلوت، حاسور هدته، قریوت حسرون یا حاسور امام شما مولاده حسرجده هشمون بیتفالت، فالد، به ارشبع به زیوتیه به آله ایم آسم التولد کسیل هرمه سقلق مدمنه سنسنه لباوت سلخیم عین و رمون جمعا نه شهر با روستاهای اطراف شهرهایی که در دشتا واقع شده بودند و عبارت بودند از اشتاول، سرعه، اشنه، زانو، این جنیم، تفوه، اینام، یرموت، ادولام، سوکوه، ازیقه، شعرایم، ادیتایم، جدیره و جدیرتایم. جمعا چهارده شهر با روستاهای اطراف سنان، هداشاه، مجدلجاد، دلعان، مصفه، یقتئیل، لاخیش، بسقه، اجلون، کبون، لحمان، کتلیش، جدیروت، بیت داجون، نعمه و مقدیه جمعا شانزده شهر با روستاهای اطراف لبنه، آتر، آشان، یفتاه، اشنه، نسیب، قیله، اکزیب و مریشه جمعا نه شهر با روستاهای اطراف. همچنین تمام شهرها و روستاهای ناحیه اقرون جزو ملک قبیله یهودا بود، مرز آن از اقرون تا دریای مدیترانه بود و شهرهایی که اطراف اشدود واقع شده بودند با روستاهای مجاور جزو زمین یهودا به شمار می و نیز خود شهر اشدود و قزه با آبادی های اطراف آنها و تمام شهرهای کنار دریای مدیترانه تا دره مصر جزو ملک یهودا بودند. شهرهایی که در نواحی کوهستانی قرار داشتند و عبارت بودند از شامیر، یتیر، سوکوه، دنه، قریه سنه یا دبیر، اناب، اشتموه، آنیم، جوشن، هولون و جیلوه جمعا یازده شهر با روستاهای اطراف. عرب، دومه، اشان، یانوم، بیت تفوه، افیقه، همته، قریه اربق، هبرون و سیور جمع نه شهر با روستاهای اطراف. معون، کرمل، زیف، یوته، یزرائیل، یقدام، زانو، قائن، جبعه، تمنه، جمع ده شهر با روستاهای اطراف. هلهول، بیتسور، جدور، معارات، بیت انوت و التقون جمعا شش شهر با روستاهای اطراف قریه بعل قریه آریم و ربه جمعا دو شهر با روستاهای اطراف شهرهایی که در بیابان واقع شده بودند و عبارت بودن از بیت اربه مدین سکاکه نپشان شهر نمک و عین جدی جمعا شش شهر با روستاهای اطراف اما مردم قبیله یهودا نتوانستند یه بوسی ها را که در اورشلیم زندگی می کردن بیرون کنند. پس آنها در اورشلیم ماندن و هنوز هم در آنجا هستند و با مردم قبیله یهودا زندگی می کنند.